دوستای عزیزم سلام عرض شد، امیدوارم حالتون خوب باشه. راجع به کمک‌های نقدی می‌خواستم، کمک‌های نقدی دولت کانادا به شهرونداش می‌خواستم صحبت کنم. تو ویدیوی قبلی راجع به کمک‌های غیر نقدی، حالا حضوری هم خودم رفتم گرفتم برای شما، فیلمشو رو صفحه گذاشتم تا ببینید. تو بخش کمک‌های نقدی دولت کانادا حدود 27 میلیارد دلار تو زمینه حمایت از شهروندان و بیزینس های تو کانادا تخصیص داده، طی همین برنامه‌ای که جهت مقابله با کووید 19 ارائه دادن. تو قسمت حمایت از شهروندا دولت کانادا سعی کرده بدهی مسکن رو 6 ماه عقب بندازه، بیمه پلاک خودروها رو سعی کرده تا چند ماه که درگیر این بیماری هست کشورش عقب بندازه. تو قسمت حمایت از کسایی که کارشون رو از دست دادن یا به خاطر کرونا، شیوع کرونا نمیتونن کار کنن تا یه چند ماه آینده، برنامه‌ای که گذاشته پرداخت 2000 دلار به هر شهرونده، ولی شرایطش به این صورته که هر کسی که واسه سال قبل یا امسال یا سال قبل حداقل 5000 دلار درآمد داشته باشه یا سال 2019 درآمدش رو ساخته باشه، و بعد از این یه اصلاحیه دیگه دادن، گفتن هر کسی که تا 1000 دلار سقف درآمدی داشته بهشون این 2000 دلار تعلق میگیره که میتونن از سرویس کانادا یا CRA مستقیم هر کسی بره تو پروفایلش ثبت نام بکنه و آدرسی که داره به همون آدرس این چک حمایتی براشون ارسال میشه. همچنین واسه کسایی که شاملشون نمیشه این داستان و مثلا همچنان سر کار هستن و هنوز بیکار نشدن، یه سری کمک‌های دیگه در نظر گرفته که حالا پول هزینه‌های مثلا برقشون رو دیرتر میگیره، یه سری هزینه‌های مالیات به ارزش افزوده هست که به اسم GST هست، اونا رو باز تقریبا واسه یه خانواده متأهل 400 دلار کرده، اونا رو هم پرداخت میکنه و فعلا داره با این حمایت ها سعی میکنه که زمان رو یه ذره عقب بندازه، به مردم فشاری نیاد تا اینکه ایشالله واکسن کرونا پیدا بشه و اوضاع به حالت قبلی برگرده. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. ممنون از توجهتون. خداحافظی.